میدونی شایعات از اونجا شروع شد که متن توافق در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفت. معمولا وقتی کسی میخواد یه دروغ بگه یا یه چیزی رو مخفی کنه، مطمئنا پس به ضرر ما هستش، به صلاح ما نبوده که یه چیزایی رو به ما نمیگن. معاون آقای ظریف اعلام کرد که دلیلی برای پخش مفادش نمیبینه. پس وقتی من حق خوندنش رو ندارم، چجوری میتونم راجبش نظر بدم؟ اعتراض ها به توافق همکاری بلند مدت ایران و چین هر روز بیشتر میشود. آنچه که دولت ایران امضای سند همکاری 25 ساله می نامد و چین یک طرح کلی برای همکاری آینده. وزارت خارجه ایران تنها چند صفحه از گزار برگ این سند را منتشر کرده. متنی که شامل کلیات و سرفصل همکاری هایی است که دو طرف نقشه راه برای توافق های آتی می نامند. برخی از معترضان به این اقدام دولت می گویند منتشر نشدن این سند ثابت می کند که مفاد آن به ضرر مردم است، وگرنه چرا پنهانکاری؟ نمیدونم واژه درستیه که اینو میگم یا نه، ولی یه جور انگار وطن فروشی اتفاق افتاده. زمزمه های یک توافق برد برد و مساوی نمیاد و به نظر من توافق یک کمی کفه ترازو به نفع چین خواهد. ما فقط شنیدیم یه قرارداد 25 ساله رو اومدن امضا کردن و هیچی از این قرارداد و مفاد قرارداد به هیچ عنوان نمیدیم. پس مطمئنن حس خوشایندی حداقل خود من ندارم. شرایط ما جوری است که محدود هستیم و فقط با یک کشور داریم ارتباطات میگیریم. این مثل اینه که شما این مزایده برگزار کنید و فقط یک نفر شرکت کنه. این مزایده به نظر من کسی که میاد شرکت میکنه قطعا به قول خودمون بزخر میکنه. حالا که انتقادها از عدم شفافیت حکومت در این زمینه بالا گرفته، دولت ایران توپ را به زمین چین انداخته. سه روز پس از امضای این سند بین محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و وانگ یی همتای چینیش، سخنگوی دولت میگوید که عدم رضایت طرف چینی دست آنها را برای انتشار کامل این سند بسته. دولت ما از ابتدا مشکلی برای انتشار کامل سند نداشته و خب طرف مقابل به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خودش مایل به انتشار نبوده. سخنگوی دولت نگفت که چرا چین خواستار فاش نشدن جزئیات این همکاری هاست. اما آنطور که پیداست قرار نیست این سند حتی به دست اعضای مجلس، هرچند با اکثریت اصولگرایان، برسد. پارسال آغاز موج اعتراض‌ها به پیشنویس این سند پای آقای ظریف را هم به مجلس کشاند. وزیر خارجه ایران وعده انتشار جزئیات پیش از امضا و چه پس از عقد هر گونه توافقی را داده بود، اما این وعده هرگز عملی نشد. زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم، زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد. شفافیت کامل در روابط ما وجود داره. تهران که همچنان نتوانسته با واشنگتن بر سر احیای برجام کنار بیاید، امضای این سند همکاری با پکن را موجب رونق کشور و اقدامی برای کاهش فشار تحریم ها اعلام می‌کند. بخش زیادی از مردمی که در سالهای گذشته بیش از پیش به جمهوری اسلامی بی‌اعتماد شدند، معتقدند که این توافق به نفع چین است و راه گریزی موقت برای حکومت که به گفته آنها نه اعتباری در خارج دارد و نه در داخل کشور. خب هیچ کی موافق نیست که کشورش دست کشوری غریبه بیفته به خاطر پولی که میخوان بگیرن واسه اموراتشون بگذره. 100% ناراضی هستیم، اصلا خوشبین نیستم من به شخصه به این اتفاقی که افتاده، به خاطر اینکه این کشور آینده من. من نمیخوام کشورم دست چین باشه. ما ایرانی نه چینی. فکر نمیکنم چین خواب خوبی واسه ایران. چین امثال چین حالا دیگه مشخصه دیگه، دل به سوزونن و هیچکی غیر از خود مردم ایران، نه آمریکا، نه کشور دیگه، نه کشورهای همسایه، حالا بگیم مثلا نه کشورهای مسلمان همسایه، فکر نمی‌کنم هیچ کی غیر از مردم خود ایران بتونه ایرانو نجات بده. به نظر من منافع ما تو این قضا تامین نمیشه به دلیل اینکه تحریمایی که الان ایرانو فرا گرفته باعث شده که ما به هر قراردادی تن بدیم. به نظر ما اول باید از شر این تحریم ها خلاص بشیم، بعد قرار دادم معاهده با کشورهای دنیا ببندیم. به
بسیاری از مردم ایران مدت هاست که با نگرانی موضوع همکاری حکومت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین را که هر دو از سوی جامعه جهانی به عدم شفافیت و نقض حقوق بشر متهم هستند پیگیری می کنند. برخی از اجاره آبهای سرزمینیشان به چین برای صید می گویند و برخی هم از مصرف بیرویه برق توسط چینی ها برای استخراج رمز ارز. منم خیلی خوشبین به این توافق نیستم روی بحث مثلا کشتی های چینی که اومدن بحث سید داشتیم سید ترال فکر میکنم تجربه ثابت کرده که حالا با چین ما اونقدر پیشرفتی نکردیم فقط روز به روز مصرف کننده تر شدیم روز به روز برحال تولید کننده های داخل ورشکسته تر شدن با وجود آنکه تنها چند روز از امضای این سند همکاری گذشته اعتراض به این اقدام به خیابان‌ها هم کشیده شده. تصاویر این تجمعات اعتراضی در شهرهایی از جمله اصفهان، تهران و کرج که با شعارهای مرگ بر وطن فروش و ایران فروشی نیست درآمیخته، حالا در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته. مردمی که حالا خواسته‌شان حفظ مام وطن است، حتی اگر در این شرایط وخیم اقتصادی سر گرسنه به بالین بگذارند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.